زیاد طول نمیکشه. من در مورد ایف گفتم دو تا میتونید اینجا داشته باشید جلسه قبلی. این جلسه در مورد یه چیز دیگه میخوام سوال بکنم، فرقش رو با این به شما بگم. فرق ایف با ایف، دو تا ایف با هم دیگه چیه؟ این ایف یعنی چی؟ میگه مثلا چک کن ببین آ اگر بزرگتر از بی هست این رو چاپ بکن. دوباره میگه برو چک بکن دوباره، یعنی اینو اجرا میکنه و نمیکنه. خب با این دیگه کار نداره، میریزه دور و دوباره میره از اول چک میکنه چی؟ میگه اگر آ کوچکتر از بی هست این رو چاپ بکن. خب ما یه موقع هستش که میخوایم این رو انجام بدیم، خب نمیخوایم دیگه اینجا بره دوباره از اول چاپ بکنه. اگر این کندیشن برقرار بود این رو اجرا بکن، وگرنه یه چیز دیگه اجرا بکن. خب ما چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ میام این ایف رو اینجا پاک میکنیم، خب یا در اصل میام این ایف رو اینجا برمیداریم، میام بالا else مینویسیم اینجا. تا این else برای ما چی میگه؟ میگه که چی؟ اگر a کوچکتر از a مثلا بزرگتر از b بنویس مثلا بزرگتر، اگر وگرنه، وگرنه چیکار بکن برای من؟ در اصل اینم باید برداریم در وگرنه مینویسیم. بنویسیم چی؟ a is not larger than b، or مثلا مینویسیم smaller. و خب مطلب بعدی هم این که به جای else مثلا ما میخوایم چند تا if داشته باشیم و بعد با آخر به if else برسیم. چی کار میکنیم؟ میایم مینویسیم به جای else مینویسیم else if. خب این else یا اینجوری ننویسید، else فاصله if، این کار نخواهد کرد. بنویسید else if و بعد وقتی که این کار انجام شد آخرش مثلا دوباره مینویسید else if. else if وقتی که کندیشن انجام شد دوباره میاد بیرون اینجا، دوباره مثلا مینویسید else if، دوباره همینجوری کندیشن ها رو چک میکنید. آخر که کارتون تمام شد میاد چیکار میکنید؟ مینویسید else وگرنه این کار انجام بده. این چی میگه؟ میگه نگاه کن ببین اگر آ بزرگتر از بی بود اینو نشون بده، وگرنه اگر دوباره آ کوچکتر از بی بود اینو نشون بده. دوباره وگرنه کندیشن ما مثلا آ وریبل آ در اصل کوچکتر مساوی مثلا بی بود، وریبل بی بود البته، این کار رو انجام بده. پس این آیدیا رو شما گرفتید، فهمیدید چی دارم میگم بهتون.